پسری که دردسر بزرگ برای خانواده شد. دوستان و علاقمندان یوتیوب چینل افغانستان را درود. آرزوی صحتمندی و تندرستی تان را دارم و باز هم با یک داستان از نوشته های خانم فرشته‌غنی در خدمت قرار دارم. قبل از آغاز داستان، چینل خودتان را مهربانی کرده سابسکرایب کنید و دکمه زنگ را نیز فشار بدهید. آغاز. از وقتی که یاد میایه همیشه تلاش میکردم پسر خوبی باشم و به خصوص مادر مرا بیشتر از همه دوست داشته باشم. میخواستم فقط ما جلب توجهش قرار بگیرم، ولی از اونجایی که از همون طفولیت ما بدرنگتر از برادرم بودم و رنگ جلد ما هم سیاه بود، مادرم هر جایی که میرفت مصطفی را با خود میبرد. مصطفی سفید و با چشمای کلان و سبز رنگ بود. وقتی که جای می رفتیم همه به مادرم می گفت هیچ فکر نمی کنیم که آصف بچه باشه، ولی مصطفی طرف خودت رفته. مادرم به خاطری که پسر زیباروی به دنیا آورده می بالید. با وجود که در دوره مکتبم همواره من نمرات بالا می آوردم و خیلی وقتها اول نمره می شدم، ولی به جایی که مرا تشویق کنن برم هدیه بگیرن، زیادتر وقت کوشش میکردن که مصطفی را حمایت کنن. همیشه حرفشان همی بود که اگر او را زیاد تنبل تنبل بگوییم او هیچ وقت درس نمیخونه. یک بار حرفای پدر و مادر من میشنیدم که میگفتن آصف خوب بچه است، با او زیاد توجه نکنیم بهتر است، باید متوجه مصطفی باشیم که به کدام رای غلط نره. والدینم به جایی که در روز پارچه گرفتن به من تحفه می خریدن که اول نمره شده بودم، به مصطفی تحفه خریده بودن چون از ناکامی برآمده بود و هفدهم شده بود. من از اون روز به بعد از خانوادیم خیلی ناامید شدم، ولی هیچ وقت تغییر نکردم. من بد نشدم، به بیراهه نرفتم چون ذات من همی بود. من با وجود که نه پدر و نه مادرم اصلا ارزش برام قائل نبودن، همان طوری که بودم ماندم، چون به نظرم خوب بودن و بد بودن به اراده خود آدم وابسته است. مصطفی اما از امو دوره مکتب فریب کار بود. تا آخر همه تو ماند. روزی که غیر حاضری میکرد به معلمین میگفت که مجبور بودم با پدرم بازار برم و برای دکان مال بیارم. ولی در حالی که مکتب نمیامد، با پسرای همسن و سال خود می رفتن، کوچه گشتی می کردن یا دچکر بودن. پدرم همیشه مرا می برد تا با او کمک کنم و مال دکان را بگیرم. به خانواده هم می گفت که در پی ای است که به خود کار پیدا کنه. با مادرم می گفت که می خواهد کسب یاد بگیره و بعد کار کنه. بر همه شاگرد یک خیاط شده. پدرمان به خاطر که به او باور داشت همیشه وقت آفرینی می دادش، ولی من بودم که خبر بودم او به هیچ دکان خیاطی نمیره و با رفیقایش خوش میگذرانه. نتونستم خاموش باشم. بر همی رفتم و با پدرم گفتم. پدرم اول با اون که به گپ من باور نمیکرد، ولی بازم این موضوع را تعقیب کرد. فهمید که واقعا همی چیز است. او بازم مرا سرزنش کرد که چرا وقتتر برش احوال ندادیم. مصطفی همچنین کارهایی میکنه. حتی به خاطری کار به صورت میکسیلی هم زد. وقتی که شب پدر و مادرم مصطفی را سرزنش میکردن، او به جایی که گناه خود را بپذیره به من تهمت زد که از طفولیت با من ضد داره. کار میکنه که مرا پیش چشم همگی بد کنه. اما ایسیامار هیچ وقت جای مرا گرفتن نمیتونه. وقتی که من عصبانی شدم و به خاطری که مرا سیامار گفت رفتم تا بزنمش، مادرم گفت حالا خو امه تو هست، دیگه تو چرا میزنیش؟ او از یام بتر میشه، تو تحمل کن. از او روز به بعد مصطفی هر بار به من توهین میکرد و مادرم میگفت خیره تو گذشت کن. یک بار وقتی صنف نهم مکتب بود، برای 3 روز از خانه گم شده بود.
هر قدر که پالیدیم به هر کسی که زنگ زدیم شاید به خانه یعقوب ما رفته باشه، ولی یافت نشد. پدرم رفت به اوزه که پسر ما گم شده. اونا گفتن که خانه تانه ببینین که چیزی ازش گم شده یا نی. زیادتر جوان از خانه پول و جواهرات دزدی میکنن و خارج میرن. ما خانه آمدیم دیدیم که لاکت طلای مادرم سر جایش نیست. او گفت مطمئن است که در الماری مانده بود. برای همی باز نزد پلیس رفت و گفت لاکتم گم شده. حتما کار رفیق مصطفی است که او را مجبور ساخته تا از خانه دزدی کنه. اما همی که روز چهارم ناراحت نشسته بودیم و منتظر خبری از مصطفی بودیم که زنگ آمد. پدرم جواب داد و افسر ما را به عوضه خواسته بود. ما به عوضه رفتیم و وقتی که رسیدیم افسر پلیس گفت که ما 3 تن را دزدگیر کردیم که یکی از اونا پسر شماست. اونا را شام وقتی که میخواستن از دست پلیس فرار کنن دزدگیر کردیم. پدرم گفت خو خیلی ببینین امر صاحب، حالا رایش کنین که ببریمش. افسر پلیس گفت که ما او را رها نمی کنیم چون او دزدی کرده و ما دزد را دستگیر کردیم. پدرم برش گفت خیالو چطور کنیم؟ افسر پلیس گفت هیچ کار نکنین، 7 سال قید زندان را که بکشد اگه هیچ وقت از خانه پول دزدی نمی کنم. مصطفی هر قدر که می گفت نه خیر ما دزدی نکردیم کسی به حرفش باور نکد و مادر می گفت تو خوب نزن دزد بی‌شرف، یک روز از دستت روز خوش ندیدیم. ما نمیتونستیم برادرم را در زندان بگذاریم و خود به خانه بریم. بر همی پدرم تقریبا 30,000 افغانی به افسر پلیس داد که برادرم رها کرد. وقت به خانم رفتیم بی هدور بیاب کردن. او می گفت ما جای فرار نمی کردم. به خدا قسم است با دوستایم رفته بودم قرقه. پدرم با آن که عصبانی بود خنده کرد که تو با دوستات قرقه رفته بودی 3 شب. مصطفی جواب نداشت، برای همین خاموش میماند. ما مطمئن بودم که او دزدی کرده و میخواست قاچاق خارج بره و دگیر دزد افتاده. از اون موضوع یک هفته گذشت که مادرم وقتی میخواست لباسای خود را بشوه دیده بود که لاکت طلایش در بین لباسایش گیر کرده بود و او هیچ متوجه نشده بود. برادرم دزدی نکرده بود، ولی وقتی که پدرم رفته بود از رفیقاش پرسیده بود فهمیده بود که او روز مصطفی و 2 رفیقش شراب نوشیده بودن. برای که نشه شده بودن نتونستن همدیگه خود را کنترل کنن. رفیقش مصطفی را به دریا انداخته بودن، ولی دوباره با کمک مردم تانسته بودن او را از دریا بکشن. از آنجایی که او 2 رفیقش برادر بودن به خانواده خود زنگ زده بودن و وقتی خانوادهش مصطفی را در او وضعیت دیده بوده عاجل و دکتر برده بودنش و اطوری بوده که مصطفی گفته بود تا وقتی که جور نشده به خانه نمیاد چون پدرش عصبانی خود شد. به اونا یک قسم گفته. ولی این ماجرا هم درد سر بزرگ به خانواده ایجاد کرد. با وجوده که مصطفی هم چیزی را میخواست پنهان کنه ولی آشکار شد. پدرم همواره به او میگفت که کاش دزدی میکردی و شراب نمیخوردی. تو شراب خور هستی و نشایستی. هر روز به او طعنه میداد. وقتی که میخواست یک حرف بزنه باز به او میگفت که تو گپ نزن که شرابیستی. پدر و مادرم رفتار خوب نداشتن. اوایل به حد ناز دادن که او پسر را از رای خوب بدر کشیدن. حالا یک اشتباهی او را به حد کلان میساختن که باز هم او را به بیراه می برد. ولی بازم من میگم اگر مصطفی خودش میخواست هیچ کدام یه اتفاقات نمفتاد. اما چیز را آدم نباید به گردن والدین بندازه. دامنه رفیقای مصطفی که به او شراب آماده میکردن کلان شد. مصطفی به ضد خانواده خواست به واقعیت یک شرابی کلان خود بسازه. ولی در کابل شراب خیلی قیمت بود. برای همین وقتی که بیخی زیاد قرضدار شد ای بار با واقعیت لاکت طلای مادرم دزدی کرد و به کسی که قرضدارش بود سپرد. اینجا بود که پدرم دسته بیل را گرفت و خواست که مصطفی را بزنه. با وجوده که چند ضربه به مصطفی زد ولی مصطفی برگشت و پدرم تیله کرد. با همین تیله کردن و افتادن پدرم به زمین او از هوش رفت و ما او را نزد دکتر بردیم.
تقریبا یک روز به اوش نیامد. بعد از اون وقتی به اوش آمد، دکترها گفتند که به او حمله قلبی دست داده. از آنجایی که دکان پدرم کلان بود و به اندازه یک سوپرمارکت بود، عاید خوبی از او به دست می آوردیم. تداوی پدرم اکدیم و گفتند که باید مواظبش باشین که دوباره به ایالت روبرو نشه که احتمال جان دادنش زیاد است. مامایم که در کشور کانادا زندگی می کرد به ما گفت امی افغانستان اولادا را خیلی بد می سازه. همه چیزتان را بفروشین و برین تاجیکستان، ما مسپانسرتان می کنیم. اگر شد به کانادا می خواهیم تان. ما همی کار کردیم. به تاجیکستان که آمدیم اینجا در هر چند قدمی براحتی می توان به قیمت های مختلف شراب خرید. به مصطفی هم خدا داد. گاهی شراب ارزان می خرید و گاهی هم قیمتی. و وقتی به خانه می آمد غال مغال می کرد. همه ما ناراحت بودیم. چند بار وقتی که شراب نوشیده بود پول شراب فروشی را نمیداد. بازم او شراب فروش مصطفی را به خانه می رساند. دو چند و سه چند پول از پدر می گرفت. ماما این بیچاره هر ماه با ما پول می فرستاد که بتانیم راحت زندگی کنیم. کارای اسپانسرشیپ ما را هم جور کرد. کیس ما به جریان افتاد. ما همه تشویش داشتیم که به خاطر مصطفی مشکل ایجاد نشد، چون او که نشه میکرد چنان چیغ میزد که چند بار همسایه ها شکایت کردن. باز به خاطر پدرم به پلیس نرفتن. تاجک ها خیلی آدم های خوب بودن. لیاز پدرم هم میکردن. برش حاجی میگفتن. رفته رفته مصطفی تقریبا هر شب شراب خوری میکرد. حتی مشکل جدی جگر پیدا کرد که مدت یک ماه در خانه بیال افتاده بود. چون پدرم برش پول نمیداد و او وقت شرابای ارزان قیمت را می خرید، حالش بد می کرد. هر طرف می افتاد و حالش بد می شد. شبیه معتادین زیر پل سوخته کابل شده بود. بعد از دو سال کارای ما به آخر رسید. تمام مراحل ویزه کانادا را سپری کردیم. قرار بود پلیس خط ما بیایه. این خط باید توسط پلیس تاجیکستان تایید می شد که اعضای خانواده هیچ جرم مرتکب نشدن، اما قبل از او برادرم با چند تن تاجیکی در حالت نشه جنگ کرده بود. قضیه به پلیس رسیده بود. برادرم یک شب نگاه کرده بودن. بعدن وقتی قضیه را به طور رسمی ثبت کردن با گرفتن پول مصطفی را آزاد کردن. ولی این مسئله در پلیس ذکر شده بود و پلیس او را درج کرده بود. برای همی به همه اعضای خانواده ویزه آمد و به مصطفی نیامد. مادرم گفت وقت مصطفی نره مام نمیره. ما و خواهرایم هر قدر میگفتیم که اینجا زندگی کرده نمیتونیم، باید ما بریم. بالاخره چند روز از سفر راضی شدن که با هم بریم. مصطفی در تاجیکستان است و هر هفته زنگ میزنه که به ما پول بفرستیم که جیب خرچی ندارم. ما مجبور استیم میفرستیم. نمیدونم آخرش چی خواهد شد. پایان داستان.